در روز جهانی کارگر 23 تن از اعضای سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در میدان آزادی پایتخت ایران بازداشت شدند. ابراهیم مددی یکی از کارگران واحد و آقای سعیدی و وحیدی از بازداشت شدگان هستند. آن سوتر گروهی از کارکنان و کارگران پالایشگاه آبادان در روز جهانی کارگر اخراج شدند. همزمان در روز جهانی کارگر گروهی از کارگران ایرانی در زندانهای جمهوری فقیه به سر میبرند. رضا شهابی کارگر زندانی وضعیت وخیمی دارد. به کارگران ایران که نقش سازنده ترین نقش را در سازندگی ایران داشتند، روز جهانی کارگر رو من و همکارانم در گروه تفسیر خبر صمیمانه تبریک میگوییم. آرزوی سالی خوش برای اونها داریم و شرایطی که در اون از دسترنج خود بهره‌مند شوند و از همه آزادی های لازم. با من و شما هستند در روز جهانی کارگر در نیمه نخست برنامه آقای غلام حسین عسکری از کارگران ایران زمین. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب آقای اوسانلو پنجشنبه با ما بودن. منصور اوسانلو، البته خیالتون راحت، جزء بازداشت شدگان نیستن. 23 نفری که اعضای سندیکای واحد رو بازداشت کردن، نشون ضمن سلام، ضمن تبریکی که داشتن برای همه کارگران ایران، گرفتار که نه، برای سخنرانی در مجامعی که به مناسبت این روز تشکیل شده بود، برگزار شده بود، رفتن و در برنامه نیستن. از اونجا که اهمیت شرکت ایشون در این مجامع مهم بود در ارتباط با مساله کارگران ایران، به هر حال از شما اجازه خواستند که امروز رو نباشن در برنامه. به هر حال با ما خواهند بود روزهای دیگه، همچنان که آقای عسکری با ما خواهند بود. آقای غلام حسین عسکری از کارگران ایرانی، مثل تمام کارگران زحمتکش ایرانی، از دسترنج خودشون اونطور که بود تا شرایطی که بود زندگی کردن، اما مثل بسیاری از کارگران ایرانی زیر فشار قرار گرفتن، ناچار به ترک کشورشون شدن، در جاهای مختلف کار کردن، حدود نیم قرن فعالیت کارگری در بلژیک. به نمایندگی از طرف شما به آقای غلام حسین عسکری خوش آمد میگیم و ضمن تبریک روز جهانی کارگر. منم جناب چالنگی عزیزم به شما درود میفرستم و به همکاران محترمتون، و اجازه میخوام اول ماه مه 11 اردیبهشت ماه که روز جهانی کارگر نامیده شده و برای آن مبارزات و تلاش ها و جانفشانی های بسیار و از هزاران زن و مرد آزادی خواه و حق طلب حاصلش این امروز است که در مجامع بین المللی به آن احترام میگذارند. اما متاسفانه در حکومت فاشیسم دینی حاکم بر ایران، حتی همچنان که شما فرمودید، اجازه گردهمایی یا در واقع نشست ها به مناسبت این روز را نمیدهند. ولی در صورتی که در اصل 27 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی میگه تشکیل اجتماعات راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، اکنون باید از این حاکمان
در واقع جنایتکار سوال کرد، شما که میگویید که پیامبر ما بر دست پینه بسته کارگر بوسه زد، آیا آمدن به خیابان و گرامی داشته یاد خاطری همکارانی که جانفشانی کردن برای ثبت این روز، آیا مخل به حال کدام دین و مذهب است؟ پس چون این حکومت از روز اول بر پایه دروغ، ریا، تزویر و نیرنگ و مصلحت خود روی کار آمده، البته باید اشاره کرد به دستهای آلوده‌ای که خمینی آخوندی بی سواد بی احساس که با یک هیچ بزرگ در ایر فرانس آدرس خود را داد به ملت ایران از روز اول، اما متاسفانه در یک قفلت آنچنانی که از طرف پیشتازان و با تجربه ها در اون روز شد، متوجه دادن آدرس خمینی نشد، چرا که مقصدش ایران نبود، مقصدش بازگشت به همون کربلا و نجف و کاظمینش بود و به قول خودش رهایی قدس عزیزش، و آمد تا از جان و مال و شرف حیثیت ملت ایران هزینه کند تا به اونجا برسد. اما از اونجایی که دستای پشت پرده با به وجود آوردن و در واقع سیستم های جاسوسی که جنگ ایران و عراق رو به وجود آوردن و جامعه سرمایه‌داری و دول غربی باعث شدند که خمینی در یک امنیت قرار بگیره و در پناه اون جنگ خانمانسوز 8 ساله که هیچ حاصلی برای ملت ایران جز ضرر نداشت، هزاران فرزند آگاه و بهترین و تحصیل کرده ترین فرزندان ملت ایران رو قلقم بکنه و در نهایت جام شوکران رو بنوشد و حاصلش هم این شد که امروز ما در واقع هنوز در پی آنیم که برای روز جهانی کارگر مراسم برگزار بکنیم. معلومه جناب عسکری عزیز، ما مثل هزاران هزار کارگر ایرانی دل پری به قول ما لورا بختیاری ها دارین از وضعیت موجود، حق هم داریم بدون تردید، مثل میلیون ها هموطن دیگه. برنامه خود شما هم هست، من و تهیه کنند و بچه های تفسیر خبر چیزی هم بیشتر از همین برنامه نداریم که در روز کارگر تقدیم شما به همه کارگران عزیز ایرانی کنیم. به ما بگید که در چند جا شما کار کردین، به طور مختصر اسم جاهایی که کار کردین و چرا ناچار شدید به خارج از ایران بیایید. جناب شهلنگی، بنده اگر بخوام به کار، یعنی من نماد 4 نسل و 4 دوری زندگی یک انسانم تا اکنون، چرا که از 5 سالگی با داس کشاورزی آشنا شدم که پای راستم هنوز آثار داس بر پای چپم هست، چون با دست راست میکشیدم چون کوچیک بودم. از 10 سالگی در کنار تحصیلم در کوروپسخانه شهرم در جنوب ایران کار میکردم تابستانها، و بس پس از اون در 17 سالگی وارد نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی شدم به عنوان کارآموز افزارمندی. پس از درگیری هایی که در اونجا داشتم، پس از 3 ماه و 15 روز زندانی در مرکز آموزشی تهران، منو از کار اخراج کردن. این شد جرقه اولی که در واقع من وارد صنعت کشور بشوم، و این امر باعث شد تا من بتوانم افتخار داشته باشم به عنوان مدافع حقوق کارگر از اونجا آغاز کنم و با بزرگانی که و اونهایی که امروز در بین ما نیستن و یادشان بخیر، در کنار اونها به تجربه بیاموزم و به مرور زمان بشوم به اون کسی که امروز در جامعه کارگری افتخار دارم که نام من به گونه ایست. البته تذکر میدهم که بنده با توجه به همه این فعالیت هایی که در جامعه کارگری ایران داشتم، به خاطر این که من فرزند کارگری بودم، فرزند کشاورزی بودم که متعلق به جامعه کارگری بود و درد کارگر رو میشناختم، زیر این پرچم و اون پرچم سینه نمیزدم. من هرگز با وجود پیشنهادات مختلف از طریق سازمان ها و گروه های سیاسی، هرگز عضو یک گروه یا سازمان یا حزب. بله، کجا کار میکردید؟ منظور من استاد اهواز. کار اولی که من میکردم از خط لین نیروی فشار قوی نیروی برق از منگیل رشت به تبریز بود، اولین کار، یعنی در سال 50. بعد از اون ما اومدیم به کاغذ پارس هفتپه. درست. و
چند مدتی هم در نیشکر اون موقع در حال در واقع استرکچر این رو آماده میکردن، ما مشغول به کار شدیم، بعد منتقل شدیم به کاغذ پارس و از کاغذ پارس با توجه به که در سال 1353 اون اعتصاب بزرگ رو وجود آوردیم، ما رو از کار اخراج کردن و اومدیم اهواز، اولین واحد صنایع فولاد اهواز که اون زمین اون زمان زمین شخمی بود، ما اولین واحد رو با تیسن پروفر آلمان در اهواز شروع کردیم. اما پس از یک سال کار، من به جهت اینکه کارفرمای ایرانی بود، ساب کنترکت در واقع شرکت خارجی بود، میخواست که کارگرها برای روز عید به منازل شما، چون موقع زیاد کارگرات مقیم اهواز نبودن، مقیم شهرستان ها بودن، میخواست که حق حقوقی اینها رو پرداخت نکنه. من بلا فاصله کارگرها رو جمع کردم و اعتصاب کردیم و اعتراض کردیم. پس از این که حقوق و در واقع مزایای کارگران رو گرفتیم بینا دادیم، فردای اون روز عذر من خواستن و بعد از رجوع کجا کار کردیم؟ بله؟ بعد از نورد اهواز یا فولاد اهواز؟ نه نورد کجا... اهواز، صنایع فولاد اهواز. صنایع فولاد اهواز. بعد از اونجا کجا رفتیم؟ و آیا در در جمهوری اسلامی شما زندان رفتید؟ بله. جناب چلنگی، تعداد دستگیری ها و زندان رفتن من چه در رژیم شاه و در رژیم جمهوری اسلامی، به همون دلیلی که گفتم که من وابستگی به هیچ گروه سیاسی نداشتم، هرچند تعداد بسیار بود اما همیشه مدت کوتاه بود. به این دلیل چی؟ به این دلیل که فقط منو از اون بدنه جامعه کارگری جدا بکنن، یا با اخراج یا با دستگیری کوتاه مدت. توجه میکنید روی اصل، البته در مقابل اون جانفشانی ها و اون فداکاری هایی که عزیزانی که در کنار من بودن، همرزمان من اصلا هیچ نکردم، یعنی نمیخوام در موردش اصلا سخن بگویم و در واقع سهم من بسیار ناچیز است. اما میتونم بپرسم چند نفر هست افراد خانواده جناب عسکری عزیز؟ چند نفر هستم؟ بنده 6 فرزند دارم و 8 نوه. 6 فرزند دارم که 8 نوه و همه هم در واقع متأهل و همه هم ورزشکار و همه هم در واقع انسان‌های مفید در جامعهشون هستن. چقدر موفق باشن و همیشه تندرست و همیشه تندرست. در زمانی که آخرین شغلی که در ایران داشتین، مسئولیت چند فرزند با شما بود؟ یعنی مثلا بچه ها هنوز بزرگ نشده بودن، دنبال کار نرفته بودن. همین بچه ها بودن، به اضافه این که به قول یکی از همکاران من در مشاور کار میکردیم، میگفت که آقای عسکری منظر شما پاسگاه، ژاندارمری، دادگاه، دفتر طلاق ازدواج چیه؟ گفتم آقا بنده بختیاریم، خانه من سرای همه فامیل و دوستان و همتبارانه، به اضافه فرزندان خودم و به اضافه فامیل و دوستانی که نیازمند بودن، افراد دیگری به من مراجعه میکردن برای اینکه من نامه بدم فلان شرکت برن سر کار، فلان جا برن نمیدونم مشکلاتشون رو برطرف کنن. در واقع به قول خودمون بختیاری فاتحخونیشون رو اداره میکردیم، عروسی فرزندانشون رو اداره میکردیم، کارهایی که داشتن، دادگاه، پاسگاه، ژاندارمریشون رو میرفتم سخن میگفتم براشون، صحبت میکردیم، واسطه میشدیم برای آشتی کنان یا مسائل دیگر اجتماعی. در واقع کار من مختص به فرزندان خودم تنها نبود، مثلا فرض میکنیم افرادی که زندان میرفتن، خانواده های اونها رو من میبایست حتما اونا سرکشی میکردم، حتما همچنان که امروز دارم میکنم برای کسانی که کارگرانی که امروز در ایران هستن. من اگر البته نباید بگم، ولی تا اونجایی که در این 14 ساله که خارج کشور هستم، همیشه هزینه هایی که اونها داشتن مقداری جمع آوری کردم و برایشون ارسال کردم. چرا ناچار شدید که بیاید بیرون؟ برای چی ناچار؟ بله، به چند دلیل. البته من 21 سال از عمر سیاه حکومت جمهوری اسلامی رو در ایران با جنگ گریز از آذربایجان غربی و شرقی تا آبهای بندرعباس، من با این رژیم در جنگ گریز بودم و حاضر به ترک وطن نشدم. اما در نهایت به دلیل فشار فامیل و بستگان و احساس خطری که در رابطه با من کرده بودن و اطلاعاتی که گرفته بودن، منو مجبور کردن که از ایران خارج بشم. و بله، و دلیل دیگه ای داشت که اون مسائل در واقع یکی از بستگان منه که لازم نیست در مورد اون اشاره بکنم. اما همین موردی که در واقع در نهایت باعث شد که من از مملکت خارج بشم، این بود که در درون شهر شاهینشهر اصفهان، ما وابستگی ها و دوستی هایی رو پیدا کرده بودیم با افرادی
و این مسئله توسط یک سری مزدوران و اطلاعاتی هایی که وارد جمع ما می شدن لو رفت و من یعنی مربوط به مسائل کارگری بود ارتباطات بله کارگری و سیاسی و اجتماعی بله. کارگری سیاسی و اجتماعی مملکت در اون موقع به این خاطر مسئله توسط اتفاقا از نزدیکترین افراد من هم بودن همون مزدورانی که این مسائل رو لو دادن و وارد می شدن و یه سری به اصطلاح دلسوزی ها می کردند و یه سری فلان می کردن ولی در واقع به عنوان مزدور اینها رو لو دادن و من مجبور شدم یعنی در نهایت مجبور شدم که از کشور خارج بشم. خب شما صحبت بختیاری کردین یعنی هم تبار هم ایل و هم قبیله هستیم. من این خاطره رو از کودکی به یاد دارم یعنی کلاس چهارم پنجم دبستان بودم در شهرمون مسجد سلیمان روز کارگر هست این رو بگم و کارفرمایی بود شهرداری مسجد سلیمان بیشترین بودجه رو در ایران داشت نسبت به جمعیت شهر به خاطر شرکت نفت و یک پیمانکار داشت برای کارهای شهری سپرده بود بهش برای نظافت و کارهای هرچی که مربوط به کار شهرداری بود. غلام حسین خان عرض کنم خدمتون نمیدونم اون موقع شما مسجد سلیمان بودین یا نه و بعد از مدت این کارفرما حقوق این کارگرها رو نمیداد. اینی که من میگم مال اون زمان هست برای اینکه این شهرداری سر راه مدرسه ما بود. روزی کارگرها اعتصاب کرده بودن خیلی زیاد بعد 4-5 ماه اونجا ایستادن این کارفرما که بسیاری از اهالی همشهری های من میشناسن من روانش شاد به هر حال انسان بدی هم نبود به هر حال اومد و صحبت کرد و خطاب به این کارگران نازنین که بله من شما رو از دوستاها از این ور اون ور آورده بودم و به شما هم بیل دادم هم کلنگ دادم هم چکش دادم هم گاری دادم هم کار دادم حالا پولم میخواید؟ بله میدونین این منطقی بود بله. و ما که کلاس چهارم پنجم دبستان سر گذر بود دیدیم مردم جمعن کارگران ایستادیم خب نگاه میکنیم و اینی که شنیدیم خندمون گرفت کارگران بیشتر از ما و چیز شد الان بله. اما میبینیم این داستان که واقعیت بود و اون موقع خیلی خنده آور بود و خود اون کارفرما در واقع به نحوی تعیین مسئله داشت شوخی میشد با کارگران و بعدها پول کارگران رو پرداخت ولی میبینیم این داستان به شکل یک اصل در اومده در جمهوری اسلامی بله. حسین خواهد بله. یعنی کارگرانی هستن که 5 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال 3 سال حقوق نگرفتن به امید اینکه یه روزی تاش سن رو دستشونو بگیره دستمزدشون به دستشون برسه باز هم میرن سر کار اینطور نیست؟ جام چلنگی یه مسئله عامیانه داریم که میگه برج ما از خرجمون بیشتره جمهوری اسلامی برجش از خرجی که در داخل کشور میکنه بیشتره نمونش اختلاس های میلیاردی که هر روز رکورد شکنیه یعنی از بیت گرفته تا باندهای تحت امرش مسلما وقتی که اعلام میکنن در دولت رئیس جمهوری که به نظر آقا هم نزدیک تر بود 200 میلیارد از پول نفت که برابر کل دوران در واقع از زمانی که در زادگاه بنده و جناب عالی نفت استخراج شد تا زمان انقلاب 57 هم بیشتر بود 600 میلیارد نفت فروخته بود 200 میلیاردش میگه گم شده وقتی که این 200 میلیارد گم میشه و سر تهش مشخص نیست و هر روز هم رکورد شکنی در برج هست و در اختلاس هست و در چپاول هست و در قارت هست و در مداخلات بی ثمر در کشورهای بیگانه و در کشورهای خاورمیانه و حامی تروریسم که دیروز اعلام کردن که جمهوری اسلامی دوباره حامی درجه اول تروریسم جهانیه و از نظر فلاکت اجتماعی بعد از ونزوئلا رفیق دوست عزیز احمدی نژاد که مرحوم شد نفر دوم رکورد نفر دومی رو هم شکسته در دنیا دولت دوم در دنیا از نظر فلاکت اجتماعی وقتی که یک ذخیره وقتی که آقا ما یک بشکه گندم داریم وقتی که هر روز از این برداریم خب این بشکه خالی میشه برای که توش نمیریزیم دیگه اضافه نمی کنیم به این خاطر کارگر که در واقع مولد تمام سرمایه یعنی 90% سرمایه جامعه طبقه کارگره به این خاطر وقتی که برج این حکومتی که اصلا نه برای جان نه برای مال نه برای شرف ملت ایران ارزش قائل نیست مسلما دستش تویی میمونه مسلما راه به جایی نداره مسلما حقوقی نخواهد گرفت چرا؟ به خاطر اینکه
رژیم جمهوری اسلامی با زبان زور صحبت میکنه، با اسلحه صحبت میکنه و اون به خوبی میدونه که ملت ایران رو تبدیل به امت کرده و تفکر حاکمان جمهوری اسلامی بر این است که من آمدم، ما آمده ایم، کشوری رو به اشغال در آوردیم و ملتی رو به اسارت گرفتیم. یعنی اون چی که امروز بنده در نوشته هام و در اون چی که جمع‌آوری کردم مشخصا بر این مبناست که رژیم جمهوری اسلامی جز این تفکری دیگری نداره. یعنی فقط برای ابزار، سرمایه های ما را برای ابزار کارهای پشت پرده و پیش پرده خودش داره مصرف میکنه. شما حساب بکنید آقا وقتی که یک دزد قاتلی مثل مرتضوی رو بر تأمین اجتماعی کارگری منصوب میکنه، مسلما این رو با یک شکل خاصی منتسب کرده. وقتی یه آدمی که اگه بوی نفت دماغش بخوره سرگیجه میگیره مثل رستم قاسمی میان میکنش وزیر نفت، مشخصه که برای چی میذارش وزیر نفت. وقتی که سایر دزدان قاتلین و تروریستای حرفه‌ای که بیش از 400 نفر از بهترین فرزندان این کشور رو در خارج کشور ترور کردن میذاره در رأس منصب‌های کاری، از مجلس گرفته تا اولا در کشور ما تفکیک قوا وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه بستگی به یک تار مو داره. یعنی چی؟ یعنی حکم حکومتی. وقتی حکم حکومتی، وقتی وجود ولایت مطلقه فقیه هست، وقتی شورای نگهبان هست، اصلا انتخابات بی‌معنی است، اصلا وکیل بی‌معنی است، اصلا مجلس بی‌معنی است، اصلا قوه قضاییه بی‌معنی است، قوه مجریه بی‌معنی است. پس در این صورت، در این آشفته بازار مسلما آحاد ملت چیزی به دست نمیارن و الان از نظر محیط زیست بخش زیادی از کشور ما به محیط زیست به کویر تبدیل شده. غلام حسین خان، به محیط زیست حتما میرسیم. امروز روز گرامی و جلیل کارگر هست، بیشتر مسائل کارگری رو امیدوارم بتونیم بهش برسیم. یکی از مسائل عمده کارگری که شما اشاره کردین به تامین اجتماعی اشاره کردین و آدمی مثل سعید مرتضوی که بسیار روشن هست چه جنایاتی کرده، چه آدم کشته، حتی با دست خودش زهرا کاظمی همکلاسی بنده و بسیار دیگه رو در مدرسه تلویزیون سینما که برای عکاسی به اونجا رفته بود از کانادا شخصا کشته، آقای سعید مرتضوی و کارهای دیگه. به هر حال یکی از اتفاقاتی که در ایران میفته این هستش که زنان کارگر و کارکنان زن به طور کلی وقتی که برای مرخصی زایمان میرن عملا شغل خودشون از دست رفته باید تلقی کنن، بدونن برای اینکه جایی برایشون نیست. زنان کارگر در ایران از بدترین وضعیت، من نمیگم در ارتباط با کشورهای پیشرفته، در ارتباط با کشورهای همسایه ایران از وضعیت بدتری برخوردار. متاسفانه از نظر ایمنی کار در حد وضعیت کارگران در کشور بنگلادش هستن که سال گذشته میدونیم در اثر ویران شدن یک ساختمان ده ها زن کارگر کشته شدن و خونشون هم پایمال شد. در بسیاری از کارگاه های ایران زنان ایرانی وضعیتی بهتر از بانوان بنگلادشی در کارگاه های بنگلادش ندارن. متاسفانه فریادرسی هم ظاهرا نیست. یا هست غلام حسین خان؟ من خبر ندارم و شما؟ اولا جناب شاهنگی عزیز، جواب سوال شما رو مختصرا باید از سخنرانی ولایت مطلق فقیه سید علی در دو سه روز گذشته کاملا گرفت که در مورد زنان که اگر این خانم ها در خانه بنشینند و خانه‌داری بکنند و لذت بیشتری از خانه‌داری ببرند و فرزندداری کنند و تولید مثلی بیشتری بکنند بسیار بهتر است از اینکه وارد جامعه بشوند. چرا؟ به خاطر اینکه طبق تفکر ملایان یک بانوی ایرانی نصف فرزند پسری است که از وجود خودش به دنیا میاره. اینجا مصیبتی است، به قول ملایان مصیبتی است واویلا که زن ایرانی نصف فرزند خودش که از تن خود، از بدن خودش وجود میاد محسوب میشه در سم، در ارث و در شناخت این زن. پس زنانی که امروز در ایران هستن اکثرا بین 80% زنان ایران امروز ناناور خانوادن،
80% زنان شاغل خانواده در واقع نانآور خانواده هستند. حالا به هر طریق ممکن که من نمیخوام شرمم میشود که به زبان بیارم که خود شما بیشتر در جریان هستید. یه نکته دیگه ای که از خودم میخوام و مسئله کودکان کار هست. بله. یعنی در ایران یکی از کشورهایی است که نسبت به جمعیتش بیشترین کودکان کار رو داره. بله. علاوه بر کودکانی که ناچارن در خیابون‌ها بخوابن، کودکانی که متاسفانه معتاد شدن در ولایت فقیه. بله. کودکانی که در دروازه غار به دلیل فقر شدیدی که هست و اعتیاد شدید پدر و مادرها خرید و فروش میشن در حدود 2 کیلومتر بیت رهبری. بله. یعنی در حدود 2 کیلومتر کنار بیت رهبری که یک قلم زیر نگین آیت الله خامنه ای به گزارش رویترز بالای 90 میلیارد دلار هست، یعنی عملا بالای 100 میلیارد دلار برای اینکه به یورو منتشر کرده بود رویترز، در 2 کیلومترش کودکان خرید و فروش میشه و کودکان کار ایرانی در همه جای ایران حقوقشون پایمال میشه، مورد آزارهای مختلف از جمله جنسی قرار میگیرن و هزاران مصیبت دیگه. حالا اینکه پیش از انقلاب این مسئله کودکان کار رو ما نداشتیم به این شکل، و اگر هم بود در جایی بود که در واقع حقوقشون تأمین بود و بعد داشت از بین میرفت. از اون مسئله که فعلا بگذاریم وضعیت فعلی است. اینها رو چطور ارزیابی میکنیم؟ 2 دقیقه وقت داریم. جناب شلنگی، تفکر آخوندها بر این مبناست که باید انقدر در کشور اسلامی و در حکومت جمهوری اسلامی انقدر ظلم، فساد، کشتار، جنایت، دزدی، اختلاس بشود که آقا از ته چاه جمکران بیاید بیرون و جهان رو پر از عدل داد بکند. این تفکر آخوندی است. حالا این تفکر شامل کودکان کار خیابانی می شود، شامل زنان بی سرپرست می شود، شامل بازنشستگان می شود، شامل اقشار و اقوام متنوع ایران می شود، شامل همه می شود. چرا؟ به خاطر اینکه مصلحت نظام به این طریق است که ما باید خود را حفظ کنیم و زیاد توجهی به اون چی که در جامعه می شود نکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه باید آقا از ما راضی باشه. از طرف دیگه امت اسلامی در مقابل ولی فقیه قرار میگیره که ولی فقیه خود را نماینده خدا میدونه، یعنی ما با خدا طرفیم و اکنون که زندگی میکنیم و نفس میکشیم برای آخرتمونه. به این خاطر کودکان کار بخشی از همین فاجعه است که امروز بر ملت ایران روا میدارد حکومت جمهوری اسلامی. و این کودکان کار بی سرپرست از چه خانواده‌ای هستند؟ از خانواده‌ای هستند که عرض کردم به علت بی تدبیری آخوندها بخشی از کشور ما به کبیر تبدیل شده. کشاورزان، دامداران، اخشار روستانشین، عشایر، دهنشین، اینها به حاشیه شهرها رانده شدند به خاطر کمبود امکانات، به خاطر نبود آب، به خاطر نبود غذا به حاشیه شهرها رانده شدند و مجبورن به وسیله این کودکان نانی حداقل به دست بیاورن و اون روز رو در واقع بگذرونن. به این خاطره که اگر عدالت در جامعه ما حاکم بود، هر کس، شما خودت یک بختیاری، بنده یک بختیاری و بیاد داریم، ما برای تفریح از شهر برای تفریح به روستاهامون میرفتیم، به عشایرمون میرفتیم، به دهمون میرفتیم. لذتی که اون از اون موقع تر وجود من هست، همه دنیا رو هم بگردم اون لذت دیگه به من باز نمیگرده که من به روستا میرفتم، به عشایر میرفتم، به ده میرفتم. امروز تمام اون ده و عشایر ما مخروب است و تماما به حاشیه شهرها رانده شدن. البته وضعیت در اقصی نقاط مملکت متفاوت است جناب چالنگی. بنده از آبهای بندرعباس تحقیق میکردم و نوشتم تا آذربایجان شرقی و غربی، از شمال تا جنوب، از مغرب تا مشرق. امیدواریم در برنامه دیگه درباره این تحقیق به طور مفصل صحبت کنیم. همونطور که اشاره کرد غلام حسین خان، مطمئن هستم بسیاری از شما هم چنین احساسی دارید. رفتن به گلگشت های روستاها در خارج از شهرها همیشه دلنشین بود، اما این روزها نیست، چون حتی روستاییان ما بیشترشون کوپن به دست به دنبال تأمین مایحتاجی که پیشتر به طور وافر و گسترده در روستاها تولید میشه. غلام حسین خان عسکری گرامی، بسیار بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه در روز جهانی کارگر با ما و بینندگان ما بودید، با
با کارگران ایران بودید. سپاس بسیار از شما داریم، تبریکی دوباره برای شما و همه کارگران عزیز ایران زمین و آرزوی روزی اگر... که بله جناب چلنگی اگه اجازه بفرمایید 30 ثانیه من یک مورد رو فقط عرض کنم. من از اینجا به تمام همکارانم در سراسر ایران، در سراسر ایران اعلام میکنم که بیاد دارم که در اوائل 57 در جریان اعتراضات صنفی حکومت شاه صدای ما را قبلا نشنید، ولی در نهایت ما باعث شدیم که صدای ما را بشنود. امروز حکومت جمهوری اسلامی در برهه‌ای از زمان میگذراند وضعیتش که باندهای درونی جنگ گرگ‌ها آغاز شده. همکاران من در سراسر کشور باید اراده هاشون به هم بپیونده و نافرمانی های مدنی رو شروع کنن و اطلاع رسانی کنن و به اعتراضات اعتصابات خودشون بیفزایند و روز جهانی کارگر رو به نحو احسن با شکوه برگزار بکنن و ترسی از بلوف های جمهوری اسلامی و باندهای درون رژیم هم نداشته باشن. درود بر شما جناب چلنگی، درود بر همکارانتون و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتی و امیدوارم که در آینده هم بتوانم در خدمتتون باشم و از دردهای نهفته در سینه هم باز هم برایتون بازگو کنم. با سپاسی بسیار از شما، سپاسی دوباره از شما غلام حسین خان عسکری و با امید به روزی که همه کارگران ایرانی در فضای آزاد از حقوق خود برخوردار باشند، از جمله از حق داشتن سندیکا و اتحادیه‌های کارگری و از حق نظارت بر روند تولید و مشارکت و سهیم شدن در سود و دستاوردهای خودشون که نهایتاً سود کارخونجات و محلهای تولیدی دیگری هست. سپاس بسیار از شما. درود بر شما. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در نیمه دوم برنامه آقای علیرضا رضایی طنزپرداز ایرانی با من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر. همونطور که اشاره کردم آقای علیرضا رضایی طنزپرداز ارزشمند ایرانی با من و شما هستند در این نیمه برنامه. امروز علاوه بر اینکه روز جهانی کارگر هست، یک روز مهم دیگه هم هست، سالگرد ورود علیرضا رضایی عزیز به فرانسه. علی‌رغم تلاش بسیار بسیار گسترده مسئولان جمهوری اسلامی که علی رضا جان کجا میری؟ این همه آزادی هست، این همه رفاه هست، چرا کشورت رو میذاری میری؟ بیا و برخوردار شو. مثل بقیه نویسندگان که التماس کردن مسئولان جمهوری اسلامی از اسدالله لاجوردی اون زمان و موسوی تبریزی و بقیه مسئولان جمهوری اسلامی با مهربانی و شفقات فقاهتی، اما لجاجت کرد علی رضای ما و نادیده گرفت و به فرانسه. سلام به شما. من هم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز. بله همینجور هست که شما فرمودید. من چیزی رو که اضافه کنم این که بعد از این لجاجت و ترک کشور توسط من و ورودم به فرانسه، باز هم اصرار مسئولان ادامه پیدا کرد، مخصوصا در دولت جدید، و همین الان هم واقعا تلاش های خیلی زیادی داره میشه که خصوصا من برگردم به ایران، که متاسفانه من دوباره دارم لجاجت میکنم و بر نمیگردم و واقعا حقمه که یک بار دیگه دزد بیاد خونم رو بزنه. بل و از این دزدی که خونه شما رو زد از سر نادانی خبری ندارید؟ آخرین خبر نه خیلی دیگه، خبر جدیدی نیست. آخرین خبر همون که پلیس فرانسه تماس گرفت و 500 تومن، البته نحوه اطلاع رسانی داستانم جالب بود، تماس گرفتن گفتن ما 5000 پیدا کردیم، که بعد حالا توی ترجمه های مختلف و رفتیم توضیح دادیم ما دو جور پول داریم، ریال، تومن، اینا، و وقتی فهمیدن ارزش اون پول تو فرانسه چقدره کلا دیگه تلفن قطع شد. خوشبختانه این تابلوی بالای سرتون مثل که زنگ خطر داره یا بیمه شده یا هر چیزی محافظ داره، وگرنه اونم دوست میبرد. چقدر خریدین اینو؟ والا این رو من دقیق عرض کنم خدمتون 10 5 تا 50 تا 5 تا 275
75,000 تومن خریدمش توی فرانسه. منتها این تابلو و الباقی وسایلم رو دیگه بیمه اول فصل کردم، چون دیدم که بیمه های فرانسه جواب نمیدن، جواب این حجم از حجمه ها رو نمیدن، و ترجیح دادم که متوسل شم به جاهای بالاتر. این تابلو رو هم دوست عزیزمون اون سری نتونست ببره، چون دقیقا باید روی سر من رد میشد دیگه میرفت این تابلو رو برداره، و 75,000 تومن خدایی تو ایران هم اگر بود این کار رو نمیکرد، نمیارزید. صحبت اومدنت به فرانسه شد، سالگردشه، خب حتما امروز هم جشن میگیری، یا فرانسوی ها لابد جشن میگیرن تمام اهالی فرانسه. ببین قبل از شما هدایت یه مطلبی داره بسیار خوندن شما که قطعا البسط الاسلامیه فی البلاد الافرنجیه، یه هیئت اسلامی هست، برای بیننده ها میگم که میرن به صدور اسلام یا هرچه که بود در اون زمان که فکر میکردن، اینه که پیدا میکنن محلی هست در پاریس الزیا، کم کم پیدا میکنی که این یعنی الزیا همون محله آل زیا بوده، پیش از اونها یه دوی اومده بودن آل زیا بودن مسلمان و در اون محله زندگی میکنن. تحقیقات اون هیئت در کتاب به روایت هدایت. الان یه خبر ما خوندیم که کریستوف کلم وقتی که میرفت که به آمریکا رو داشت کشف کنه، 500 سند داشت که نشون میداد ایرانی های مقیم آمریکا. شما یه همچه اسنادی در مورد هیئت‌های مشابه هیئت اعزامی که هدایت یاد کرده با خودتون نداشتین، از ایران نیورده بودین؟ والا سندا رو تو ایران از ما گرفتن اومدیم، یعنی سندا اگه میذاشتن دستمون بمونه که خب تو هم ایران میموندیم. اسنادی هم که از حضور ایرانی ها 500 سند، یکی دوتا هم نه، در زمان کشف قاره امریکا پیدا شد. دو جور سند داریم، یکی اسنادی که موجوده و اصلا احتیاج هم نیست، که خب حالا من نمیدونم تا حالا فکر نمی کنم شما یا بینندگان جایی دیده باشن یا خونده باشن که مثلا فرض کنید سند نمیدونم مثلا جنگ واترلو بگن اینجا هست. خب هست دیگه، حالا هر کسی که بخواد بره ببینه میره به اون محلش مراجعه میکنه و میبینه و هست، از این چیزی که موجوده نیاز به تبلیغات. سند هم هست که تو طبقه بندی های مختلف از 300 سال 250 سال 200 سال به بعد، بعد از مرگ کسانی که یه کارهایی رو انجام دادن رو شد. مورد آخرش هم که خب آقای اینشتین بود که اسناد شیعه بودنش رو شد، اسناد قدیمی ترش مربوط به کریستوف کلمب بود. 500 سند. حالا اینکه این اسناد مربوط به حضور ایرانی ها در امریکاست یا اینکه اون آخه اون من خبر که تهیه میکنم خبرگزاری های جمهوری اسلامی تیتر خبر یه جوری میزنن که شما حتما بخونی، و خبر رو جوری تنظیم میکنن که در انتهای خبر قانع بشی که اون ایرانی هایی که اونجا بودن همشون مسلمان و شیعه هم بودن. حالا این دقیقا باز نگفتن که 500 تا مسلمان ایرانی مسلمان شیعه قبل از کریستوف کلم امریکا بودن یا جریان چجوری بوده. من تحقیقاتم ادامه داره، یعنی خود کریستوف کلم سند نیست که شیعه بوده یا نبود. دقیقا من منتظر همین هستم که مشخص شه کریستوف کلم مثلا فرزن با آقای مهدوی کنی مکاتباتی داشته و تحت تعالی و اصرار ایشون به اول شیعه و بعد مسلمان شده. گفته میشه که الانم آرنولد شوارزنگر یک مقداری تحت تاثیر سخنرانی های احمد جنتی هست. این رو من یک خبری همینطوری شنیدم، احتمال اینکه ایشون هم به قوم بره و به دیدار آیت الله احمد جنتی. اینها بیشتر به کار مرجعیت شیعه میان، مثلا جین کلود بندام نمیدونم، الان آقای سیلوستر استالونه ایشون هم پا به سن گذاشته به نظر زور و هیکل و اینا هم، به هر صورت ایشون رو اگه مثلا بفرستن جنوب لبنان تو فیلماش ما دیدیم یک تنه میرفت حداقل مثلا دو تا گردان رو نابود میکرد برمیگشت ایشون اگه بره، یا مثلا آقای اسمش شوایزینگر یه خودی موش آقای آرنولد شوایزینگر اگه برنش بره مثلا سوریه، الان نصف اصلا داستان ها حل میشه، در بقای رژیم بشار اسد میتونه خیلی نقش داشته باشه. من خیلی موافقم و زنگ میزنم سعی میکنم باشون صحبت کنم، منم قانعشون کنم. خیلی هم به درد چیز میخونه، یعنی مثلا استفاده برای سرکوب
دشمنان ولایت فقیه، ضد ولایت فقیه، یا همین امروز که کارگران گرفتن ده بزن در روز جهانی کارگر، و به جای برادران بسیجی و اینها، این دوتایی بودن کار هزاران بسیجی رو انجام میدادن. ولی اصلا بروس ویلیس اینا فکر نمی کنم قبول کنم، بروس ویلیس یکی فکر نمی کنم، این دوتا ممکن. نه اصلا آرنولد مثلا بره اونجا و مسعود دهنمکی هم بره فیلم بگیره و ترمیناتور 5 رو بسازن، چه اشکالی داره؟ پیش میاد بسیار عالی. این همون گفتگوی تمدن هاست دیگه، غرب و شرق، و چیزی که آقای خاتمی عنوان کرده بود، دهنمکی، آرنولد، شوارزنگر، تصویر ترکیب بسیار درجه یکیست، عالی میشه. ما یه سوژه خوبی هم هست، این رئیس دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آریامهر پیشین، اعلام کرده رئیس این دانشگاه که میخواد، بزرگترین آرزوش اینه که نماز جماعت در یکی از کرات آسمانی برگزار. حالا بگذاریم از اینکه به هر حال همین زمین هم یه جور کره آسمانی است، اما کرات آسمانی، حالا منظور همچی فیلمی رو اصلا میشه در یه همچی چیزی چیز کرد. امام جماعت آرنولد، اونایی که اقتدا میکنن، دهنمکی و سازنده فیلم، این رئیس دانشگاه، بقیه رؤسای دانشگاه های ایران هم در جمهوری اسلامی هم جز ملت، امت بفرم. من بارا نمیدونم رئیس دانشگاه شریف چند سالشه، ولی بر صورت مسئله اول اینه که آرزو بر جوان در هر حال عیب نیست، دو اینکه یه مقدار مشکل کرد ایشون داستان رو. حالا اگه نماز فرادا میخواست بخونه، ما میتونستیم یه جوری مثلا نورای ماهواره های تحقیقاتی جمهوری اسلامی زیاد به فضا پرتاب میکنه، جک و جونور هم باهاش زیاد میفرستن، حالا میتونستن به عنوان یه پدیده تحقیقاتی، البته اگر قیافه ایشون در بازگشت عوض نشه، میشد امیدوار بود که ایشون رو بفرستن فضا. حالا اونجا که رفته برای اون تحقیقات، تحقیقات جای خودش، شرعیات هم جای خودش، یه نماز، یه دو رکعت نمازی هم اونجا به کمرش بزنه و برگرده. ولی نماز جماعت رو متاسفانه ما هنوز به تکنولوژی پرتاب اتوبوس به فضا دست پیدا نکردیم، و از قضا یکی از مشکلاتی که در این زمینه داریم اینه که کلیه کارکنان اتوبوس رانیمون رو همین الان که در خدمت شما هستیم، همین امروز دارن میگیرن میزنن یا زدن یا گرفتن یا بردن یا یه همچین داستانای ایجاد کردن برای نماز، برگزاری نماز جماعت ایشون در کرات دیگر. نمیدونم، به هر حال باید واقعا تلاش کرد، راهی پیدا کرد. در حال حاضر راهی وجود نداره و ایشون آرزو به دل میمونه، امیدوارم که به این زودی ها نمیره. ولی اینی که میگی علی رضایی عزیز که آرزو بر جوانان عیب نیست، بله عیب نیست، برای هیچ کسی عیب نیست، آرزو بر جوانان عیب نیست، اما تیمارستان هم جای بدی نیست. بله، اما صحبت دانشگاه دانشکده شد، با این وضعی که داره پیش میره، جنابالی تخصص داری در مداح شناسی، نایب رئیس خانه مداحان گفت، یعنی نایب رئیس لابد رئیس هست، و نایب رئیس چند تا هست، گفته که به زودی دانشکده علمی کاربردی علوم و فنون، توجه بفرمایید علی رضا جان، دانشکده علمی کاربردی علوم، یعنی علم هست، و فنون مداحی برای خواهران و برادران مداح راه اندازی خواهد شد. عمری در ایران هی میگفتن علما، عالم، علما، همینا بوده دیگه، همین علمایی که میگن، علمای حوزه علمیه، علمای اعظم، علمای اعظام، هر چی که هست همین هست دیگه، یعنی درس خارج و یه مقداری از همین صحبت ها میشن، عالم بر عالم و آدم. بفهم این مجده ایست دیگه، نیست رئیس دانشگاه صنعتی که اون باشه، اینم دانشکده علوم. بفرمایید، من این خبر خوش هسته ای رو به آحاد ملت ایران تبریک میگم. حالا روی علومش من زیاد بحث ندارم، ولی فنون اتفاقا همون جاییه که آرنولد باید بره ایران. از قضا در خانه مداحان فنون کاربرد بسیار بیشتری داره از علوم. آقای محمود کریمی ثابت کرد که به عنوان یکی از صاحبین فن، ثابت کرد که فنون در مواقع خاص مداحی، فنون ها باید برن یه سری فنون یاد بدن، و صاحبین فن هم باید برن در خانه مداحان. حالا اینکه مداحان خانه دارن، بعد خانهشون رئیس داره، بعد اونجا نایب رئیس هم داره و اینها که داستان دیگریه،
ولی این همین جاهاست که من امیدوارم برن. الان نمیدونم جکی چان هم میگن مثلا که یه خورده سرش خلوته، اونم زیاد اونم برن باشه مذاکراتی بکنن ببینن که اول شیعه و بعد مسلمون و بعد به آموزش فنون در خانه مداحان بپردازه، که اتفاقا توی مواردی مثل همین روز جهانی کارگر بسیار کاربرد پیدا میکنه این فنون. خب ممکنه به عنوان استاد مهمان جکی شان اونجا باشه، اما آرنولد خیلی مناسبه. آرنولد آیا میشیم واقعا به روابط حسنه ای هم جمهوری اسلامی با اتریش داشت؟ چون آرنولد اصلا اتریشی هست، میدونیم اتفاقاتی که در اونجا افتاد یا هچ که بود، دکتر قاسم دور اونجا کشتن و بقیه اتفاقی اون وقت نیفتاد. برای آرنولد مداح بعدی هم نمیتونه باشه، یعنی میتونه مداح خود باشه، هم بسیار با استعداد نیست. وقتی از اتریش میره در اونجا میدرخشه، در هالیوود میدرخشه، فرماندار اونجا میشه، مداح خارجی هم کم داریم. داریم روز خون خارجی دینی دیگه به انگلیسی میخونن، ولی مداح کم داریم. به انگلیسی مداحی میکنن، بله نوحه میخونن. اما آرنولد یکی دیگه نکات بسیار مهمی که داره سابقه مدیریتی ایشونه. ایشون سابقه فرمانداری دارن در کره خاکی آقا امام زمان، سابقه مدیریتی و فرمانداری در ایالت کالیفرنیا دارن و میتونن برگردن این سابقشون رو در اختیار نظام قرار بدن، فرماندار حالا به هر صورت یه جایی بشن. و چه اشکالی داره که یک فرماندار خب مداحی هم بکنه، یا حداقل در زمینه مداحی از فنونش استفاده بکنه؟ یک مشت آرنولد حداقل 50 تا دشمن رو میخوابونه، و دیگه ما چه نیازی داریم به این همه بخوایم بریم زیر منت خدای نکرده روسیه، چین، این طرف اون طرف، برای اینکه حالا مثلا یه قالپاق یه زره پوش بخوام به ما بدن، اونم قراردادشو ببندن و 10 سال پولشو اما بگیرن و ندن و فلان و بساط و داستانا. یعنی اگه دیر به جمعه ممکنه چینی ها یه سری مداح چیز بفرستن بازار دیگه، نیست؟ مداح چینی که به زبان های مختلف مداحی میکنن. والا من فکر کنم اصلا فرستادن همین الانش هم، منتها ما نمیبینیم، یعنی ما به اون حد از بصیرت نرسیدیم که بتونیم اونها رو ببینیم و تشخیص بدیم. حالا این مداحی آرنولدو که اشاره میکنین، قدم های اولیه چجوری باید عمل کرد الان که در اینجا در زمین دشمن که نمیشه؟ بنیاد علوی هم که فعلا بستن، اینجا مصادره کردن، چه کار باید کرد که آرنولد به اصطلاح مذاکرات انجام بشه، به ایران بره و کارش رو شروع بکنه؟ راجب تمایلش که اصلا تردید نکنین، یعنی مطمئنا تمایل داره. بله بفهم. یکی از جایی که تو مشکل توش وجود داره همینجا هست که آرنولد تا حالا دشمن فرضی از بین نبرده. به نظر من برای هموار کردن راه برای ورود به ایران و مقابله با این حجم از دشمن که تعدادشون امروز تو تشکل‌های کارگری مشاهده شدن، تو اجتماعات مزرعه خام کارگری مشاهده شدن، اول یه تعداد دشمن واقعی دعوت کنن ازشون که بیان ایران، بعد آرنولد برای از بین بردن دشمنان واقعی بیاد، بعد که بیاد عموما تا الان هر قهرمان و صاحب فنی که اومده ایران بعدا خودش اصلا اتوماتیک رفته تو عالم از بین بردن دشمن فرضی و اینجور داستان ها، یعنی اصلا به نفعشه که به دشمن فرضی فکر بکنه. مثلا همین آقای مسعود دهنمکی در پشت صحنه فیلمش در شرک سینمایی یه خودروی مهمات اصلا منفجر شد و یه تعدادی از دشمنان فرضی اینجا همینجا بین رفتن. حالا من فکر میکنم یکی از کارهایی که میشه کرد اومدن آرنولد وقتی به ایران میاد مثلا بشه فرماندار بروجرد، چون اونجا پر از دشمنان فرضی و غیر فرضی است، از جمله این مارگیر بروجردی که با تلاش برادران و خواهران همیشه در صحنه دستگیر شد با 70 تا مار غیر قانونی. نه ببخشید، یعنی کارش غیر قانونی بوده که این 70 مار رو گرفته بوده. مارهای عجیب غریبی هم هستن، من اسم بعضیاشون نمیدونم یعنی چی. مثلا مار آبی گفته، مار آبی، آیا رنگش آبی بوده، تو آب بوده؟ یکی مار کبراست که زیاد دیدیم در فیلمای هندی، بنده زیاد دیدم. معذرت میخوام، این اصلا بهترین فرصته که اینها رو با رئیس دانشگاه شریف دست جمعی بفرستم فضا برای
همون نماز جماعت. این الان اتفاقا بهترین فرصته. یعنی شما نرسید آرنولد زیرابشو زدین، ما گفتیم بره فرماندار بروجرد بشه. نخیر، آرنولد در بروجرد یک مشکلی خواهد داشت، اون هم نماینده اون منطقه در مجلس هست که ایشون با چماق لوری خودش همه رو میزنه. خودش گفته، گفته با چماق لوری هر کسی که بخواد، هر دشمن فرضی که بخواد به ما حمله بکنه. و اونجا من فکر نمی کنم نیاز به آرنولد داشته باشه. حالا باز انتخاب خودتون دیگه، اینجا ایران کشور آزادیه و هر ایرانی حق تصمیم گیری توش داره. و من همینجا از شما و من از شما خواهش میکنم تصمیم بگیرید که آرنولد فرماندار کجا بشه، یک جایی که به هر حال بیشتر به کار مستضعفان جهان بخوره. خیلی جا هست، یعنی واقعا خیلی جا هست در جمهوری اسلامی. خب نمیرسن برادران و خواهران گرامی بسیج برای سرکوب و زدن اون یکی برادران و خواهران مزاحم، از جمله مزاحم نوامی است. یعنی این به طور جمعی مزاحمت ایجاد میکنه، برای یک ناموس مزاحمت ایجاد نمیکنه، برای نوامی است مزاحمت ایجاد میکنه. در خراسان جنوبی آوردن این بابا رو جلو همون جایی که نوامیس رو مزاحمت انجام میداد در بیرجند شلاق زدن. بله، این مزاحم نوامیس و اون مارگیر بروجردی و این و اون و اینا رو یه جا جمع میکنن میدن دست آرنولد دیگه. آرنولد پادشاه ولایت همه رو یک جا سرکوب میکنن. این کارگران هم زحمت نمیکشن، یه جا آرنولد رو میفرستن سر کارگرا بزن، بزنم بقیه برادران از جمله بابک زنجانی و بقیه کار خودشون رو بکنن، به امور دنیوی و اخروی برسن. بفرمایید. من در مورد البته روند شکلگیری ایجاد مزاحمت برای نوامیس یه توضیح کوچولویی بدم. در جمهوری اسلامی برادرها یا خواهرها ابتدا مثلا یه کسی رو تو خیابون مشاهده میکنن، تو این مرحله اون آدم فقط مشاهده شده، همین، عموما یک خانومی رو. بعد اون خانوم رو تبدیل به ناموس میکنن و برای مواظبت از اون ناموس میرن میگن روسری تو بکش جلو، یا مثلا اون ناموس رو از ماشینش پیاده میکنن که ببینن جوراب پاش هست یا نه. این خیلی مهمه، این مواظبت بسیار مهمه و فقط در ایران اتفاق میفته که یک خانم از ماشین پیادهش کنن ببینن جوراب پاش هست یا نه. بعد تعدادی از این خانم هم که مشاهده شدن، تعدادی از این خانم هایی که در مرحله اول تبدیل به ناموس شدن، دست جمعی که مشاهده بشن میشن نوامیس. و هر کسی که کنار اینها رد بشه و هر سوتی بزنه میشه مزاحم نوامیس. این روند شکلگیری عنوانی به نام مزاحم نوامیس هست. حالا اینکه خود اون ناموس هم از این مزاحم نوامیس شکایتی داره یا نه، اون دیگه مسئله ایه که پیگیریش زیاد مهم نیست. مهم اینه که برادرها به هر صورت وظیفه خودشون رو انجام میدن. خب این هم نکته است، یعنی سیر تحولی بانوان به نوامیس اسلامی و این رو شلاق زدن این بابا در بیرجند. در بیرجند برحال اگر بخوایم به قول علما که دیدیم در همین دانشکده علوم و فنون مدائی هست، این دانشکده علوم و فنون مدائی زمنان چیزم لازم داره ها، فقط آرنولد تنها نیست، یه سری هفتیرکش و اینا هم لازم داره. مرحوم جامین که الان دستش کوتاست از این دنیا، شاید کسان دیگه باشه، فیلم های وسترن هم که ور افتاد. شما هفتیرکشی استاد علوم هفتیرکشی سراغ نداری؟ هم محمود کریمی که همون به عنوان رئیس اون خانه مده ها منصوب بشه خودش مشکلات رو حل میکنه. آقای رضایی عزیز پیامی برای کارگران نداریم؟ حرفی حدیثی برای دوستان نویسنده روزنامه نگار که نه ترک نکنیم، این همه آزادی رو رها نکنید و از این حرف. من روز کارگر رو واقعا به تک تک کارگران زحمتکش و عزیز ایرانی تبریک میگم.
واقعا امیدوارم که این فشارها برداشته بشه، حداقل حداقل یه جوری شده که ما بریم انتخابات هم شرکت میکنیم، بگیم حداقل یه اتفاقایی بیفته دیگه، برای کارگران عزیزم حداقل حقوقشون فراهم بشه. سپاسگزار هستیم علی رضا رضایی عزیز، با امید به فردایی بهتر برای کارگران ایران، برای همه مردمان ایران زمین روزگاری بهتر داشته باشند. با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.